وقتی که قانون فارادی رو یاد گرفتیم که اگه شار مغناطیسی عبوری از یک حلقه بسته تغییر کنه در داخل اون نیرو محرکه به وجود میاد، این نیرو محرکه در واقع حکم باتری رو داره، یعنی به عنوان یه مولد اون پیچه های ما، اون حلقه های ما، اون سیمدوله های ما، اون القاگر های ما در واقع حکم یک باتری رو دارن. حالا این باتری کارش چیه؟ توی خودش و مدارهایی که به اون سیم ها متصل هستن جریان به وجود میاره. حالا اگه از ما بپرسن که این جریان رو چه جوری به دست میاریم، چه کار باید بکنیم، ما در این قسمت میخوایم در واقع با ترکیب چند تا رابطه با هم دیگه رابطه‌ای برای به دست آوردن جریان یاد بگیریم. نگاه کنید بچه ها، من میدونم که نیرو محرک متوسط برابر است با منهای ان دلتا فی به دلتا تی. خب نیرو محرک واحدش ولته. در فیزیک کمیتایی که واحد یکسانی دارن، جنسشون یکی هست، میتونن معادل هم قرار بگیرن. خب این نیرو محرک حکم باتری رو پیدا کرد. دو سر مقاومت، مثلا مقاومت خود پیچه اگر آر باشه، پس این جریان توی اون داره میچرخه دیگه، نه؟ پس اختلاف پتانسیل دو سرش رو میتونیم مساوی آی آر بذاریم. اگر این دوتا رو با هم دیگه مساوی قرار بدیم میشه آی آر مساوی منهای ان دلتا فی به دلتا تی. میتونم آر رو ببرم تو مخرج قرار بدم، آی متوسط برابر است با منهای ان آروم دلتا فی به دلتا تی. راستی بچه یادمون باشه، چون ما نیرو محرک متوسط رو قرار دادیم مساوی آی آر، آیی که به ما میده آی متوسطه، آی لحظه‌ای نیست. یعنی باید حواسمون رو جمع کنیم که جریان القای متوسط رو به دست آوردیم. حالا برای به دست آوردن جریان لحظه‌ای چی کار میکردیم؟ منهای ان دی فی به دی تی، یعنی از فی نسبت به زمان مشتق بگیریم. خب الانم میتونم جاگذاری کنم آی آر مساوی با منهای ان دی فی به دی تی. اگر اینها رو مساوی هم دیگه قرار بدیم میشه منهای ان آروم دی فی به دی تی. خب الان در این مسئله این جریانی که داره به من میده جریان لحظه‌ایه، پس جریان القایی لحظه‌ای رو خواهد داشت. ما دو تا رابطه داریم تو کتابمون که میتونیم مستقیما هم تو امتحان هم تو تستا استفاده کنیم، هیچ مشکلی هم برامو ایجاد نمیکنه که اثباتش همینه، خیلی هم راحته. برای مثال پیچه شامل 100 دور به مساحت 25 سانتی متر مربع مطابق شکل عمود بر میدان قرار دارد. اگر بدون تغییر جهت از 0.3 تسلا به 0.1 تسلا در مدت 0.1 ثانیه برسد و مقاومت 2 اوهم باشد، جریان القایی متوسط چند آمپر است؟ خب ببینید بچه ها، من شکل مسئله رو میکشم. میدان مغناطیسی من در ابتدا 0.3 هست. البته ما میدونیم این میدان مغناطیسی عمود بر سطح حلقه است. این میدان قرار تبدیل بشه به 0.1 تسلا. خب همین الان عامل تغییر شار چیه؟ کاملا درسته، میدان داره تغییر میکنه. پس اگر من رابطه رو بنویسم آی متوسط مساوی منهای ان آروم دلتا فی به دلتا تی، حق دارم جای دلتا فی بنویسم ان آ دلتا بی کوسینوس تتا. چرا؟ چون بی داره تغییر میکنه، تقسیم بر دلتا تی. حالا برای به دست آوردن این جریان القایی شما همه پارامترها رو باید داشته باشید، مثلا تتا باید معلوم باشه. خب نگاه میکنیم سطح حلقه بر میدان عموده، بردار نرمال هم که عموده، پس میدان و بردار نرمال با هم موازی میشن، تتا برابر با صفر میشه، پس این معلوم شد. تعداد دورها، اگر تعداد دورها رو نداده باشه باید به دست بیاریم. اینجا خودش داده 100 دور هست، مقاومت هم که به ما داده، مساحت رو هم که به ما داده 25 سانتی متر مربع هستش، پس دلتا بی هم که معلومه، دلتا تی هم معلومه، پس بقیه رو دیگه جاگذاری میکنیم. میگیم 100 ضرب در 25 ضرب در 10 تان منفی 4 ضرب در 0.1 منهای 0.3 در کوسینوس 0 تقسیم بر آر 2 دلتا تی هم 10 تان منفی 2، حاصل برابر میشه با 2.5 آمپر. پس بچه ها جواب سوال ما شد 2.5 آمپر. یک مسئله خیلی ساده، فقط دقت داشته باشید. شما در مسئله های شدت جریان و نیرو محرکه قبل از هر کاری باید مشخص کنید عامل تغییر شار چی بوده. به سوال بعدی دقت کنید. سیمی به طول 62.8 متر رو به صورت یک پیچه مسطح به شعاع 5 سانتی متر درآورده و عمود بر میدان قرار میدهیم. اگر مقاومت سیم 3.14 اوم باشد، میدان مغناطیسی با چه آهنگی تغییر کند تا جریان القایی متوسط 5 میلی آمپر شود؟ نگاه کنید بچه ها، من یه حلقه رو میخوام عمود بر میدان قرار بدم، بردار نرمالش هم رسم کنم، کاملا مشخصه که زاویه که من خواهد داد چنده؟ 0 درجه است. حالا بعد از این میخوام چی رو به دست بیارم؟ میگم شدت جریان منهای ان آروم دلتا فی به دلتا تی. حالا باید برای خودم مشخص کنم عامل تغییر شار چی بوده. عامل تغییر شار میدان بوده. چرا؟ چون صورت سوال خودش داره میگه میدان مغناطیسی با چه آهنگی تغییر کنه تا این جریان به وجود بیاد. پس اگر من جاگذاری کنم میشه ان آروم آ دلتا بی کوسینوس تتا تقسیم بر دلتا تی. نگاه کن، این دلتا بی به دلتا تی در واقع مجهول ما هستش که میشه آهنگ تغییر شار. پس من اینو میخوام به دست بیارم. اگر این برای من مجهوله بقیه باید معلوم باشن، اگر نیستن باید به دست بیارم. جریان رو به من داده، تتا زاویه رو به من داده 0 درجه.
دیگه چی؟ مساحت و انعار رو هم داده. این دوتا مجهولن، این دوتا رو باید به دست بیاریم. اول میریم سراغ ان. ما یاد گرفته بودیم که اگر یک سیم بهمون بدن و بگن تعداد دورهاشو به دست بیار چیکار میکنیم؟ میگیم خب بچه‌ها کافیه که طول سیم رو تقسیم بر محیط یک حلقه کنیم، عددی که ما میده تعداد دورهاست. تو مغناطیس رو یاد گرفته بودیم. پس من میام مینویسم 62.8 تقسیم بر 2 پی آر. به جای پی هم میتونیم 3.14 بذاریم. اگر جاگذاری کنم 62.8 تقسیم بر 2 ضرب در 3.14 ضرب در 5 ضرب در 10 منفی 2. اینو ساده کنیم جواب میشه 200. پس n هم به دست اومد. میمونه آ برابر است با پی آر 2. جاگذاری میکنیم. اگر به جای پی 3.14 به جای آرم 5 ضرب در 10 منفی 2 شعاع رو قرار بدیم به توان 2 برسونیم، جواب چی میشه؟ 3.14 ضرب در 25 ضرب در 10 منفی 4. حالا توی قسمت بعد تمام پارامترهایی که داریم رو توی فرمول اصلی جاگذاری میکنیم و مجهولمون رو به دست میاریم. پس داشتیم 5 ضرب در 10 منفی 3 چون 5 میلی آمپر گفتیم مساوی است با منهای n 200 آر 3.14 آ 3.14 ضرب در 25 ضرب در 10 منفی 4 دلتا به دلتا تی مجهول کسینوس صفر هم که خب 1. 3.14 با 3.14 ساده میشه، 25 با 5 ساده میشه 5 مرتبه، 10 تا منفی 4 با 10 تا منفی 3 ساده میشه 10 تا منفی 1، یه صفرش هم با این میره. اینجا 5 مونده بود، اینجا 20 میشه 100. اگر تقسیم کنیم اون چیزی که به دست میاد میشه 1/100. پس دلتا بی به دلتا تی برابر است با 1/100 تسلا بر ثانیه. در واقع آهنگ تغییرات میدان مغناطیسی رو نشون میده که نتیجه اون به وجود اومدنه 5 میلی آمپر جریان الغایی در داخل حلقه ما بود. مسئله بسیار بسیار مهم. یه ورده تکرار میکنم برای جریان های الغایی و نیرو محرک الغایی 1 فرمول رو به خاطر بسپارید، 2 توی اون فرمول حتما قبلش مشخص کنید که چرا شار مغناطیسی تغییر کرد، سطح تغییر کرده، زاویه تغییر کرده یا میدان مغناطیسی.